سلام دوستان، امروز در مورد بی‌تفاوتی در رابطه صحبت میکنیم. گاهی متوجه شدین یک تعداد، یک عده وقتی که در یک رابطه میره، در یک رابطه به سر میبره، در یک مرحله، در یک وضعیتی و در یک حالتی دچار بی‌تفاوتی میشه، دچار بی‌حسی میشه. یعنی میگه که استاد خب هر چی که هست حالا مهم نیست، با من دیگه هیچ چیز مهم نیست، هیچ چیز برام مهم نیست، دلش استاد مرا دوست داره نداره، دلش به من غذا میده نمیده، دلش به من وقت میده نمیده، دلش به من اهمیت میده نمیده، دلش کنار من میباشه نمیباشه، با من دیگه مهم نیست، هیچ ارزش نداره. اینطور یک وضعیت و اینطور یک حالت گاهی در رابطه شما هم ایجاد شده؟ آیا شما هم گاهی در یک رابطه کاملا بی‌حس شدین؟ یا به اصطلاح عام لت پخته شدین؟ بعضی کودکا رو وقتی زیاد میزنن، بعضی والدین مستبد بازو کودکا لت پخته میشن، یعنی دیگه که هرچی میزنی شه برش مهم نیست. در این مورد امروز میخوایم بحث و صحبت کوتاه با شما داشته باشم. ای که چرا اینطور یک وضعیت ایجاد میشه؟ چی کار کنیم که در اینطور یک وضعیت به مشکل خود و داد خود و حفظ رابطه خود برسیم؟ اولین موردی که میخوایم اشاره کنم دوستان، او ای است که زمانی که شما در اینطور یک رابطه میرین، زمانی که شما با اینطور یک وضعیت روبرو میشین، زمانی که شما با اینطور یک حس روبرو میشین، زمانی که شما با اینطور یک موضوع و مرحله میرسین در یک ارتباط، من پیشنهادم برای شما است که این وضعیت را ادامه ندین. چرا؟ بی تفاوتی و بی‌حس شدن در یک رابطه، بی ارزش شدن در یک رابطه، بی تفاوت شدن در یک رابطه، یا دیگه دست شستن از یک رابطه، این مورد در بحث های روانشناسی به نظر ما به خصوص، ما وقتی که تجربه خود را در مراجعان خود میبینم، به خصوص در رابطه که عزیزان و مراجعان ما داره و ازش رنج میبره، درش بسر میبره، من زیاد این حالت را، این وضعیت را شبیه به خودکشی، خودآزاری و خودسوزی و خود رنج دادن و خود را از بین بردن و خود را خوردن شبیه میکنم. عزیزانی که در رابطه قرار دارین و به بی‌تفاوتی متوسل میشین یا در مرحله میرسین که دیگه همه چیز براتون عادی میشه، بی‌تفاوت میشه، این مرحله از نظر ما یک خودآزاری و یک خودکشی است. یعنی خب لازم است و میخوایم پیشنهاد کنم عاجل سری مسئله اقدام کنین که خود را از خودآزاری و خودکشی نجات بدین. این بی‌تفاوتی شما هیچ درد شما را دوا نمی کنه، جز این که شما را بیشتر آزار بده، شما را بیشتر آسیب بزنه، شما را بیشتر صدمه بزنه و شما را بیشتر به خودکشی و از بین رفتن شما متوسل کنه. یک مورد بود که میخواستم اشاره کنم. مورد دوم دوستان، این حالت شبیه به بی‌حسی است، یعنی شما بی‌حس میشین، مثل که دوا یا داروی بی‌حسی رو میخورین. یعنی در حالت بی‌حسی دیگه شما نمیفهمین که شب است، روز است، عشق است، نفرت است، اولاد است، مسئولیت است، رسالت است، درک کردن است، صمیمیت است، تشویق است، محبت است، آزادی های فردی شماست، چیست و چی نیست. در اینطور یک وضعیت و در اینطور یک حالت ما آرزو دارم که خود را از بی‌حسی بکشین، خود را از این مرحله بکشین. این شبیه به بی‌حسی و گذشتن از درد است. شما با درد میگذرین، شما با درد پیش میرین و این رفتن و گذراندن و پیش رفتن با درد هیچ دردی را دوا نمی کنه، هیچ کمکی را به شما عزیزان نمی کنه.
مورد دیگری که میخوایم دوستان اشاره کنم، پیشنهاد کنم، من فکر میکنم که یک و تجربه ما با مراجعان همین نشان میده که عزیزان ما که فکر میکنه که با این حالت درد خود کاهش میده، با این حالت درد خود را دور میکنه، یعنی اگر بی تفاوت شون کمک میکنه برشان، اگر بی تفاوت شون آرامش میاد به سراغشان، اگر بی تفاوت شون کاهش میاد به دردشان. نه خیر دوستان، هیچ وقت اتفاق رخ نمیده. این فکر که گویا درد را کاهش بده بی تفاوتی، اگر مبید در رابطه و زناشویم یا ایو یا او مورد بی تفاوت شوم، شاید درد کاهش پیدا بکنه. درد هیچ وقت باید روی یک وضعیت کاهش پیدا نمیکنه. چهارمین مورد را که میخوایم اشاره کنم دوستان، قسمی که کوتاه در آغاز اشاره کردم، این مورد بیشتر علت پختگی میاره، یعنی او کودکان لجباز، کودکان شق، کودکان پرخاشگر و بدسلوکی که توسط بزرگان، توسط بعضی از والدینی که با روش‌های سالم تربیتی آگاه و بلد نیستن و گاه گاه متوسل میشن بلد و کوپ کودکان، و او کودکان را از بس که میزنن بالاخره به مصطلح عام این کودکان لت پخته میشن. کودکانی که لت پخته شوه دیگه برشان لت بی‌ارزش است. یعنی اگر شما بی‌تفاوت میشین و بی‌تفاوت میشین، دیگه این بی‌تفاوتی عادت میشه. این بی‌تفاوتی به بی‌تفاوتی، این بی‌تفاوتی آرام آرام پخته میشه. اگر آغاز کار شما خشت خام یا شبه به خشت خام است، آرام آرام دیگه میشه خشت پخته. یعنی شما در این بی‌تفاوتی پخته میشین، عادت میشین و این جزء زندگی و جزء بخش از زندگی شما میشه و هیچ کمک شما را نمیکنه. هیچ بی‌تفاوتی در هیچ رابطه، هیچ فاصله در هیچ رابطه، هیچ جدایی در هیچ رابطه، به خصوص برای زنها وقتی که فاصله میگیرن و بی‌تفاوت میشن، کمک و یاری نمیکنه. مورد پنجم را که میخوایم اشاره کنم، دوستان بی‌تفاوت شدن در رابطه اولش درد و بعدش بی‌تفاوت شدن است. یعنی اگر شما این گزینه را انتخاب کنین یا در رابطه تان طوری هستین که بی‌تفاوت میشین، اول یک درد ایجاد میشه. شما باید از یک مرحله و یک سلسله از دردها بگذرین، بعد به بی‌تفاوتی برسین. یعنی اگر امروز به یک بی‌تفاوتی رسیدین، پس معلوم است و آشکارا هست که شما یک درد را، یک صدمه را، یک خیانت را، یک بیوفایی را تحمل کردین که امروز شدین، تبدیل شدین به یک بی‌تفاوت. مورد ششم را که میخوایم اشاره کنم دوستان عزیزان، درد به بدن ما و آنچه که در بدن ما است، یعنی ما وقتی که در یک رابطه با بی‌تفاوتی متواصل میشیم، باید بپذیریم که این میتونه سبب درد و بیچارگی و بدبختی به بدن ما باشه. یعنی بی‌تفاوت شدن نوع تحمل کردن و پذیرفتن هم هسته که ما آرزو داریم، ما مواظب به بدن خود، ما مواظب به وجود خود، ما مواظب به حالت و شکل خود باشیم و هیچگاه و هیچ وقت بر بدن خود تحمل را تجربه نکنیم و به بدن خود اجازه ندیم که درد و رنج بیاید. مورد هفتم را که میخوایم پیشنهاد کنیم دوستان، راه حل است. یعنی ما وقتی که در یک رابطه بالاخره به این نتیجه میرسیم، بالاخره به این نتیجه متواصل میشیم که باید بی‌تفاوت شویم، در این طور یک وضعیت ما به وضعی که متواصل شویم به بی‌تفاوتی، به وضعی که بپذیریم بی‌تفاوتی، خوب است بیایم و قبول بکنیم و بپذیریم که راه حل چیست. ما باید به جستجوی راه حل باشیم. یعنی ما باید یک مشاهده بکنیم به بدن خود، به وجود خود، به ذهن خود، به فکر خود، بعد بررسی و
به خصوص بررسی احساسات بکنیم، احساسات خود بررسی کنیم، بعد یک بررسی کلی بکنیم و به یک نتیجه برسیم. ما نباید به بی‌تفاوتی به نتیجه برسیم که خب اوکی امونم تو راست به می شکل است دیگه، مرا غرض نیست هر چیکاست، امی زن است، امی شوهر است، امی زندگی است و بالاخره به می شکل پیش بریم. این کمک ما نمیکنه. خوب است به جستجو و بررسی یک راه حل و بررسی راه حل ها باشیم و کمک مره. از خود ما یا از یک کسی دیگه که میتونه برای کمک بکنه کمک بگیریم. تشکر.